درود رفقا، آرش آرت فروشان هستم. قدم دوم آهنگسازی تئوری. بچه‌ها این جلسه خیلی مهمه برای تمام نوازنده. چند تا سوال باحال تو دایرکت ازم پرسیده بودین، جواب میدم چون احساس میکنم عمومیه. بعد میرم سراغ شروع کردن صحبت اصلی. سوال اول اینکه آیا ما اگه نوازنده سازهای دیگه ای باشیم میتونیم از این آموزش‌ها استفاده کنیم؟ بله، به شرطی که آکورد داشته باشیم، بتونیم که اکامپانیمنت درست کنیم. مثلا ملودی به ساختن فقط با یه تک ملودی هم میشه ملودی ساختا، ولی اگه آکورد بگیره سازتون، مثل پیانو، مثل گیتار، یا حتی مثل یه ستاری که دو تا نوتو بتونه همزمان بگیره، باز خیلی فضا سازی بهتری میتونید ایجاد کنیم واسه ساختن. اما شما میگم ساز نوازنده باشین میتونین این کارو انجام بدین و این صحبت ها خیلی به دردتون خواهد خورد. خب سوال بعدی بچه‌ها چی بود؟ یادم رفت. سوال بعدی بچه‌ها این بود که کتاب چی تهیه کنیم؟ بچه‌ها کتاب نمیخواد تهیه کنیم. من همه چیزو خودم بهتون یاد میدم. هیچی نمیخواد. خب یکی از بچه‌های دیگه پرسید در مورد تنظیم. در مورد تنظیم پرسیده بود که آموزشات به درد تنظیم کننده ها میخوره. بله قطعاً به درد تنظیم کننده ها میخوره. وقتی میخوام گام شناسی درس بدم، وقتی میخوام تئوری یاد بدم، وقتی میخوام آکورد شناسی بگم، موت ها رو بگم، معلومه که به درد تنظیم کننده ها میخوره. به درد آهنگسازای فیلم میخوره، قطعاً میخوره. من سعی میکنم انقدی بهتون آموزش بدم که حتی اگه خواستین کارهای بزرگتر هم بکنین بتونین انجام بدین. و یک سری آکوردایی که حتی به درد مثلا گیتاریستا هم نمیخوره ولی به درد آهنگسازا میخوره رو معرفی میکنم. مثلا گاما، سری موتا، همه رو معرفی میکنم بهتون و آکوردای مختلف. بریم سراغ ویدیوی اصلی. من اگه سوالی یادم اومد دوباره در ادامه در حین ویدیوهای بعدی میگم. یکی از بچه‌ها پرسیده بود که استاد در مورد استودیو، رکورد، نمیدونم صدا برداری فلان، همه رو میخوام بهتون بگم. فقط باید وقت بذارم واسش دیگه. وقت کنم همه چیو میگم و دارم هم واسش وقت میذارم. چون شما به من لطف کردین، اومدین توی کانال یوتیوب من، پس بنابراین منم باید این لطف شما رو جبران کنم. دمتون گرم. حمایت باید دو طرفه باشه دیگه. بچه‌ها بریم سراغ دایره بنده. دایره بنده چیه؟ دایره آرش آرت فروشان. اینجا ملاحظهش می‌کنید. این دایره بچه‌ها خیلی مهمه. خب ما کل مجموعه میگیم چی؟ میگیم دو ره می فا سو لا سی. یه بار دیگه دو ره می فا سو لا و سی. پس ما هفت تا نوت اصلی داریم. خب این هفت تا نوت یه فاصله ای از هم دیگه دارن که روی پیانو خیلی راحت تر میشه درس داد تا روی گیتار. اما من رو گیتار میگم، پیانو رو هم ذهنی میگم، بهش پی میبرید با همین ذهنی که دارم بهتون میگم. بچه ها این نوت های اصلی کلاوی سفیدای پیانو هن. چون دیدین پیانو یه سری کلاویه سفید داره، یه سری کلاویه سیاه. دو ره می فا سول لا سی کلاویه سفیدان. کلاویه مشکی های وسط چی کارن؟ میدونین که کلاویه سفید یه جورایی تو سازای ما، کلاویه سفید و سیاه، سفید سیاه، اینجوری به ترتیبا تو گیتار ما فرتن. فرت 1 2 3 4 میره جلو. ما فرت داریم توی گیتار. خب این کلاویه سیاها معنیشون یعنی که یا مثلا بین دوره دو تا فرته، دو یا دو تا نوته. خب دو ره یه نوت همین وسطه. این نوت وسطی اسمش چیه؟ بین دوره. این نوت وسطی ها رو میتونی بگی دو رو یه دونه برو جلو، یا بگی ره رو یه دونه بیا عقب. اسم واسش نذاشتم، مثلا نگفتم آقا این وسطی مثلا اسمش مثلا آرشه. نه، این وسطی اسمش یا دو رو برو جلو یا ره رو بیا عقبه. اگه بگیم دو رو برو جلو میگیم دو دیز، اگه بگیم ره رو بیا عقب میشه ره بمول. توی بحث تئوری ما گیتاریستا و پیانیستا و ما سازهای کلاسیک ما میگیم دوتا با هم مساوی هن. حالا توی سری سازهایی مثل ویالون اینا که کرون دارن یه ذره اونا متفاوت بحثش، بی خیالشین چون خیلی پیچیده میشه، ولی ما بهش میگیم آقا مساوی. شما بدونید مساوی، آقا مساوی، آرش گفت مساویه. یعنی پس بنابراین دو دیز مساویه با ره بموله و یه کلاویه مشکی اون وسط. تو گیتار چجوریه بچه ها؟ دو اینجاست، سیم دو فرت اول، درسته؟ ره کجاست؟ سیم دو فرت سوم. این وسط یه کلاویه سیاست. گیتار یه ذره سخت‌تره. باز پیانو مثلا راحته، کلاویه سیاه سفید. ولی اینجا این کلاویه سیاه رو خودمون با تشخیص بدیم. این بچه‌ها نگاه کنید، یا بعد دو رو بریم جلو یا بعد ره رو بیایم عقب دیگه. پس یا دو دیز یا ره بمول. این صحبت رو گفتم واسه اینکه این دایره رو درک کنید. نگاه کنید بچه‌ها، دو تا ره یه دونه کلاویه سیاه اون وسط کوچولوتره. پس دو دیز ره بمول داره. ره تامی به همین شکل ردیزو می بمول داره، ولی میتافا نداره، پس میتافا استثناه. اینو حفظ کنید. فا تا سول دوباره نگاه کنید، یه کوچولو اون وسطه. فا دیز یا سول بمول، سول تا لا دوباره هستش، سول دیز لا بمول، دو تا اسم داره، همشون هم دو اسمیان. و از لا تا سی دوباره لا دیز سی بمول، ولی از سی تا دو وجود نداره توی دایره من. و دیدین سی دوباره به دو وصل شد، دوباره رفت از اول.
الان بهتون میگم دلیل اینکه من دایرهش کردم و هم وصل کردم چیه. چون این دایره در حال چرخش اینا دارن میچرخن دور همه، دوباره تکرار میشه، تکرار تکرار. پس سی تا دو هم استثناه بچه ها. میتافا سی تا دو استثناه. بگین مسی بازیکن فوتبال. میتافا سی تا دو مسی. مسی می و سی. یادتون نره. اینم از یه نکته باحال که کمکتون کنه. حالا اون جریان چرخیدنه چیه؟ بریم سراغش. چرخش جریانش چیه؟ مثلا ما میگیم آقا یه دو داریم سیم پنج فرت سه. خب تو میگی بگو دو ر می فا سول لا سی دو. خیلی دور شد. اما یه همچین دوی بازم داریم. کجاست؟ نزدیکترین جا خب رو سیم اینا ها چهار فرت ده. حالا سیم سوم فرت پنج. سیم دو فرت یک. ولی دیگه از این دو میخوایم برسیم به دو بعد دیگه نداریم، دیگه تمام شد، چون دیگه عقب‌تر از این نداره این سیما دیگه. بعد میرسیم به یک صداش بالاست. یه دو هم داریم اینجا، چه صدای باحالی داره. حالا این دو رو بچه ها اینجا میتونیم داشته باشیم ها. اینها کو اینها. پس ما این دایره داره میچرخه، نوتای جدید داره تولید میکنه. خب تا اینجا رو ببینیم، این فقط چرخش دایره بود، بعدا خیلی بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. این از چرخش دایرهمون و نوتای مختلفش. خب حالا آکورد یعنی چی بچه ها؟ آکورد وقتی که ما یه دونه نوتو داریم میزنیم میشه ملودی. آکوردی ما نزدیم. ولی وقتی شما مثلا میخوای ریتم بزنی دستو میکشی روی این سیما دیگه. وقتی روی این سیما میکشی یه قانونی باید داشته باشه، چون اگه بدون قانون بزنی میشه صدای خوبی نمیده. اگه سه هچل هفتی بگیری صدای بیریخت میده. پس باید از یه قانونی پیروی کنی. اونجا میان به ما آکورد معرفی میکنن. میگن آکورد از سه نوت به بالا رو وقتی شما همزمان بزنی اسمش میشه آکورد. شما یه آکورد زدی. خب سه تا نوت به بالا. فعلا ما در مورد سه نوتی ها میخوایم صحبت کنیم. خب و امروز جالبه یه نکته باحالم دارم، یه نکته بامزه دارم به اسم آکوردهای بلا تکلیف. اونا دو نوتی هن. اونا رو براتون توضیح میدم، خیلی بانمکن. خب حالا پس قرار شد که سه تا نوت وقتی همزمان میزنیم صدای آکورد بده. حالا بچه‌ها میگن آره تو اینجا 6 تا سیم داری. تو وقتی 6 تا رو داری با هم دیگه میزنی 6 تا نوت داری میزنی که اوکی 6 تا نوت میزنیم. این 6 تا سیم، این 6 تا نوت باید صدای 3 تا دونه نوت بده. خب یعنی یه جوری این نوت با هم دیگه فرتایی رو بگیریم اینجاها که مثلا در نهایت این مثلا دیدی باره میگیریم بچه‌ها، باره دار میگیریم. برای چی باره میگیریم؟ برای اینکه 6 و 1 مون هم صدا، جفتشون اسمشون میه. حالا درسته این بیس این تریبله، ولی میان صدای نوت نمیدن. مثلا یه خانم آقا که کنار هم دیگه صحبت میکنن ممکنه که توی یه دستگاه صحبت کنن، توی مثلا یه نوت صحبت کنن، ولی جنسا با هم فرق داره. این آقا هست، این خانم هست. بعدی مثلا میخوایم سیم 6 و 1 رو تغییر بدیم، خب باره میبندیم. چرا؟ برای اینکه دو تاشو با هم همزمان مثلا عوض کنیم. مثلا این دو تا الان میه. خب حالا مثلا اگه بیایم اینو بگیریم اینجا میشه فا. اگه بیایم اینجا بگیریم دو تا میشه سول. دو تاش با هم داره عوض میشه، یه مقدارم عوض میشه. اگه بچه ها شک داشتین به این قضیه، بچه‌ای که مبتدیان تازه کارن میگن آقا یعنی چی، از کجا میدونی دو تا یه صدا؟ خب بیان تو اون کو بیان اینجوری اول بگیر بگو. اینجا یک صدا میشه. حتی برام عقب نگاه خراب شد ولی قشنگ گوشتون تشخیص میده که این با هم کوکن اینجا. پس با هم دارن یه نوت رو میزنن. این چقدر جالب بود. این از این. خب پس شد سه تا نوت وقتی میخوایم همزمان بزنیم به ما میده یه دونه آکورد. حالا میخوایم آکورد سازی یاد بگیریم. بریم ویدیو بعدی. اولین و ساده ترین آکورد روی گیتار. الان پیانیست ها میگن آرش حالا با گیتار داری یاد میدی، پیانو چجوری؟ بچه پیانو خیلی ساده است. الان یک رایزنی کوچولی پیانو هم میکنم در این صحبت هم. بچه ها ما اولین آکوردی که میخواییم کار کنیم رو گیتار خیلی راحته، آکورد می مینوره. اصلا میخواییم ببینیم آکورد می چجوری ساخته میشه. مینور و ماژور رو میذاریم مرحله بعدی تو ویدیو بعدی. آکورد می چجوری ساخته میشه آرش؟ من میگم که بچه ها آکورد اینجوری میسازن. میگن اسم آکورد چیه؟ میگی می. حالا مینور و ماژور رو میذارن مرحله بعدی. اسم آکورد اگه میه تو اینجا کلید دسته، کلید ماجرا میه. تو یعنی یکت کلیدته، یکت میه. میگم چه جوری؟ میگه می رو بگو یک و بگو
دو سه چهار پنج، دو چهار زوجا رو حذف کن، سه و پنج رو نگه دار. یک سه پنج میشه آکوردت. میگم چجوری؟ میگه بگو می فا سول لا سی، درسته؟ می رو نگه دار، فا میشه دومیش، خطش بزن، سول رو نگه دار، لا میشه سومی، چهارمی، خطش بزن، پنج یعنی سی رو نگه دار. پس شد می سول سی میشه آکورد می. حالا میخوای ببینی آقا مینوره یا ماژوره، میذاری مرحله بعد. فعلا می رو کشفش کردیم ما. پس آکورد می یعنی دیگه تک نوت نیست، تک نوت می که میه، آکوردش میشه می سول سی. به همین سادگی، به همین سادگی. مثلا آکورد لا، خب میگی لا بعد از لا چه نوتیه؟ بچه اینو دارم دهه نون دایره میگم، بچه ها دایره رو بلد نباشین متوجه نمیشین دارم چی میگم. دو ره می فا سول لا سی که پشت سر همه رو دارم میگم، یعنی معلومه چی گفتم؟ گفتم می فا سول لا سی، انگار گفتم دو ره از ولی از می شروع کردم، می فا سول لا سی. حالا از این لا میخوام شروع کنم، لا سی رفتیم اول دایره، دو ره می رفتیم اول دایره، از سی شروع کردیم، از لا شروع کردیم، لا سی رسیدیم اول دایره، دو ره می. حالا میخوایم لا رو بسازیم، کلیدمون لاه، یکمون لاه، لا رو نگه میدارم، سی دوه، خطش میزنم، سی فاصله دومه، خطش میزنیم، فاصله سوم دو، رسیدیم به دو، دو رو نگه میدارم چون فاصله سومه، درجه درجه سومه، درجه چهارم میشه ره، خطش میزنم چون دو چهار رو نمیخواستم، می میشه درجه پنجم. پس آکورد لا چه شکلیه بچه ها؟ لا دو می. شما الان دیگه آکوردها رو شناختین. یه آکورد دیگه هم مثال میزنم اسمشو، بعد میرم سراغ مینور ماژور کردنشون. مثلا آکورد ره، هم از ره حالا شروع کنیم، دو ره، دایره از ره داریم شروع میکنیم، ره میشه یک، می میشه دو، می رو نمیخوایم پس همین الان خطش میزنم، فا نگرش میدارم درجه سوم، سول خطش میزنم نمیخوامش، فاصله چهار درجه چهارمه نمیخوامش، اوکی؟ و لا، لا رو میخوایمش میشه درجه پنجم. پس ره فا لا میشه آکورد ره. حالا ببینیم چجوری میشه ره مینور، چجوری میشه ره ماژور، چجوری میشه می مینور، چجوری میشه می ماژور. الان آکورد رو فهمیدیم، سه تا نوت اصلی شد، یعنی باید 6 تا دونه سیممون رو 3 تا نوت تعبیه کنیم.